نگاهی به چند خبر کوتاه. در حالی که بررسی ها می گویند سالانه 17% از خوراک مصرفی یعنی 931 میلیون تن غذا در سال دور ریخته می شود، سازمان ملل برای رساندن آمار گرسنگی در جهان به صفر تا سال 2030 از شرکت های بزرگ و نهادها خواسته تا به 2.4 میلیارد نفر از جمعیت جهان که غذای کافی ندارند کمک کنند. اما این آمارها در حالی منتشر شدند، طبق تخمین برنامه سازمان جهانی غذا بیش از 345 میلیون نفر در سراسر جهان در سال 2023 با سطح بحرانی ناامنی غذایی مواجه هستند و از این آمار 43 میلیون نفر فقط یک قدم با قحطی فاصله دارند. واحد اطلاع رسانی امنیتی این کشور اعلام کرد که بنابر دستورات فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق مبنی بر تشدید تلاش اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات از عناصر تروریستی، سه تروریست در منطقه ترکلان در استان کرکوک رصد شدند. بنابر این اطلاعات نیروهای ارتش عراق در منطقه حاضر شده و با این عناصر درگیر شدند که منجر به هلاکت آنها و انفجار کمربند انفجاری شد. در پی انفجار کمربند انفجاری یک نیروی ارتش عراق به شهادت رسید و یک افسر نیز مجروح شده است. در این بیانیه آمده نیروهای امنیتی 5 تروریست را در انتقام از خون شهدا به هلاکت رساندند. بر اساس اعلام شاخص جهانی رفاه که داده‌های آن بین 13 فوریه و 12 مارس 2023 جمع‌آوری شده است، شهر وین پایتخت اتریش در صدر بهترین شهرهای جهان برای زندگی قرار گرفت و پس از آن کوپنهاگ دانمارک قرار دارد. ملبورن و سیدنی استرالیا، ونکوور، کلگری و تورنتوی کانادا، زوریخ و ژنو سوئیس و اوزاکای ژاپن دیگر شهرهای برتر این فهرست هستند. همچنین دمشق سوریه، الجزیره پایتخت الجزایر و ترابلوس پایتخت لیبی در بین بدترین شهرهای جهان برای زندگی در سال 2023 قرار گرفتند. این گزارش طبقه بندی خود را بر اساس 30 عامل اصلی از جمله ثبات، مراقبت‌های بهداشتی، فرهنگ، محیط زیست، آموزش و زیرساخت استوار کرد. هیئت نمایندگی دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزله در شهر مزار شریف کشور افغانستان با حضور در حوزه علمیه حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله با مسئولان، اساتید و طلاب این حوزه علمیه دیدار کرد. طی این دیدار که در روز 4 ذی‌الحجه 1444 انجام شد، هیئت نمایندگی دفتر مرجعیت از فعالیت‌های حوزه علمیه حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله مطلع شد و برخی از توصیه‌ها و راهنمودهای آیت الله العظما شیرازی دامزله را به میزبانان ابلاغ کرد. طی این اقدام به اساتید بخش بانوان این مجموعه علمی هدایای نقدی از سوی دفتر مرجعیت اهدا شد.